شما بیننده برنامه صبح زندگی از شبکه جهانی آریانا هستین. در این لحظات برنامه هم استاد محترم عزت الله طارق استاد پاهنتون از روی خط اسکایپ با ما هستند و صحبت های می داشته باشند در رابطه با موضوع امروز برنامه ما ماه مبارک رمضان و همدلی که رویا همین لحظه رایشان صحبت بله. می و فکر کنم که استاد منتظر خواهد هست بله دقیقا استاد محترم استاد پاهنتون جناب آقای عزت الله طارق همین لحظه از طریق اسکایپ همراه ما وصل شدند و میخوایم خوایم ارزشمندشان را در رابطه با همدلی در ماه مبارک رمضان بشنویم استاد سلام صبح شما بخیر باشه روزنما هستم قبول سلام زند... زنده باشید سلامت سلام خدمت شما و خدمت علاقمندان برنامه شما امیدوار هستیم که صبح خوش را آواز کرده باشید و همچنان از الله جلت از امت او مسئلت داریم تا این روز چهارم ماه مبارک رمضان هم به طاعت و عبادت سپری کنیم و حض نصیب خدا از این ماه مبارک رمضان مخصوصا امروز گرفته باشیم و به طاعت سپری نماییم انشالله با امید خدا استاد روزای چگونه میگذره؟ بخیر میگذره؟ خوب است الحمدلله روزای رمضان روزای پروفایز مبارک است و همچنان در, در کنار ازی و ماسک و از این قرانتین هم است که امیدوار مزی دو فرصت استفاده از این در راستای تعالی خود و اخلاق خود و همچنان پر بار نمودن عبادات خود استفاده نماییم انشالله با امید خدا در رابطه با اخلاق گفتید از یک طرف قرنطینه فشار آورده از یک طرف هم روزه میگیرن خدا میدونه اگان تا دیگه چه رقم اخلاق هم و بد و بدخویی میباشند امی روزه <تصفح> خوب فضا تاثیر خدا داره خوب است که در گذشته همیشه تمرکز در یک جا نبود گاهی بیرون بودن و گاه خانه و گاهی مصروفیت دیگر و ای بوده و این سبب میشه که یک تمرین خوب شود واقعا بدون شک خب خداوند همه ما رو توفیق بده که روزای ما مبارک رمضان با مهربانی و رتافت همچنان سپری کنیم استاد انشالله آم، امین ان شاء الله استاد مقدمه و همچنان نظر شما را در رابطه با همدلی در خواسته داشته باشیم زنده و سلامت در عبادات اگر ما ببینیم که همه عبادات حکمت های فراوانی دارند فرایز الهی را کلا جلت ادامت او این گردانده دا دارای حکمت های زیادی هستند که روزه هم از این امر مستثنا نیست و یکی از بخش‌های زندگی در مجموع همو همدلی و همیاری و تعاون همکاری از و همکاری است که خداوند جل تدمت او می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و تعاون علی البر و تقوا و لا تعاون علی الاسم و العدوان شما همیشه همکاری و همیاری در راستای کار خیر کار نیک کار سعادت داشته باشه که او هم خیر به با شما باشه هم به با جامعه باشه هم به با مردم باشه هم به با نظام به همه عبور بوده باشه که در هر کار خیر شما باید سهم فعال داشته باشه اما وقتی که مسئله از کار بد میشه کاری که در او خیر نهافته نیست شما تنها توصیه میکنی و آنها را باز میسه میکنه که باز دارشان از کار بد بنا یکی از عبادات بزرگی که ماه مبارک رمضان است و روزه گرفتن البته در این ماه است که ایما ماه میزبان برای عبادت بزرگ است یکی از بخش‌های شبی همدلی و همیاری است چنانچه خود قرآن عظیم شان می که پیامبر بزرگ اسلام برای ما الگوی بسیار نیک در امور زندگی ما هستند و رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه سخاوت داشتن و سخی بودن سخاوتمندانه عمل می‌کردند و مخصوصا در ماه مبارک رمضان سخاوت از انها بیشتر میشد حتی ایشان را به نسیم صبح تشبیه کردن که همه جا را فرا می گرفت و همه کس به نحوی از آنها به خیرش می رسید و از فیوزات و برکات ماه مبارک رمضان بر از آنها مستفید میشدن بنابراین یکی از بخش هایی که ماه مبارک رمضان رو از ترکیز داره بخش همدلی و همیاری و همکاری هست که با دیگران بوده باشه دفتر. گرچه اکثر اکثر دانشمندا رمضان روزیش خلاصه می که به همیاری مهم. اما ایتم گفتن نمیتونیم هم کلش همیاری بوده ولی بخش اعظمش بوده مثلا مثال میتن که روزه به خاطر عزیز که ما از دل فقرا بیم خب یک بخش عمدیش امی است که از دل فقرا بیم اما اگر کلش ایمی بود پس روزه بالای فقرا نمی بود چون اونها عملا در حالت فقر هستند اونها از دل کی بیان پس می میتونیم که روزه را از عباد مختلف بررسی کنیم اه. یک برای اغنیا این یک فرصت بسیار بزرگ است تا تانسته باشند در خدمت فقرا و خدمت مساکین قرار بگیرند و از طریق دریچه خدمت فقرا و مساکین به الله جل تدمتو نزدیک شوند اما برای فقرا این روزه مبارک رمضان صبر و توانایی از اونها را بیشتر می که از باب صبر و باب حوصله مندی و باب استغنا به خداوند جل تدمتو نزدیک شوند پس روزه یک فرصت بسیار بزرگ است که ام فقرا میتونن به الله جل از باب نزدیک شوند ده ده. و هم اغنیا از باب از که با فقرا همکاری کردین و همدلی کردین نزدیک شوند و این هم بسیار برای ما مهم نیست که ما سعی کنیم با پول فراوان یا با همکاری بسیار بزرگ بتانیم از فیوضات روز استفاده کنیم از فیوزاتی ما استفاده کنیم پس میتونیم با دادن یک خرما برای مهم. یک روزداد با دادن یک شپی آب از برای روزدار از او بالاتر هر کار را کرده بتانیم به عنوان کار خیر از فیوزاتش استفاده کرده تانستیم حتی میتونیم با پیشانی با صحبت کنیم پیامبر بزرگ اسلام میفرماید با برادرت با پیشانی با صحبت کردی مهم. صدقه هست وقتی که میخوای صحبت کنید گپ نیک بزنید که سبب سعادت به خودت و به دیگرات یعنی مفید باشه همیشه گپ نیک بزنی صدقه است اگر چپ می بودی خاموش می بودی باید فکر کنی در مورد کائنات در مورد خلقت در مورد برنامه های زندگی خود که چگونه زندگی خدا مطابق با تقسیم اوقات عیار بسازیم که زندگی ما سبب خیر برای خود ما برای فلاح رستگاری برای خود ما برای دیگران باشه دلاته. که بازم تکرار میکنیم که این فرصت رمضان شاید تکرار نشه از اینکه هم ماه مبارک رمضان است هم قرنطینه است که روزای رخصتی هست یعنی ما در از تمام ابعاد عظیم میتونیم که یک فرصت بسیار بزرگ واقعاً. از برای بله. کسایی که دیگه وقت وقت کافی برایشان نمی بود مثلا در جیران رمضان کارهای بیرون هم یک سره بالایشان بود که نمیتونستان که فرصت عبادت و فرصت همدلی و همیاری را برایشان مساعد شود. اما در این رمضان در کنار از اینکه فرصت زیاد برای خود دوستا هست برای خود روزدارا هست و این نیازمندی زیاد فقرا در این ما زیاتر از در گذشته می که اونا کارم کنن و درامدی داشته باشن اما در این ما شاید به مراتب زیادتر باشه و اگر ما اضافه گویی نکنم شاید صدقه فطر در این ما در پلی صدقه که صدقه فطر نامیده می میشه صدقه خود رمضان صدقات دیگر به مراتب از رمضان های گذشته زیادتر بوده باشه چرا که ضرورت زیاتر احساس میشه در ما که بسیار از هموطن ما که روزه بدان هستن حتی سحری شاید با شب آب سحری روزه گرفته باشن و افتاری را با شب آب افتاری کنن بس امیدوار هستم که دوستای ما چیزی که در افتار دارد امورا هم شریک بسازن با دیگه دوستا بتانن کم باشه یا زیاد باشه او بسیار ارزش نداره در عبادات نیت ارزش داره اخلاص ارزش داره با نیت خالص و همدلی و همیاری را نهادینه بسازن فرهنگیشه در جامعه ما و با البته در چوکات همی فرمایشاتی که دکتر صاحب محترم که اهل تخصص هستن در این وقت البته در چوکات ازی که خدای نخواسته نشه که ما پشت یک خیر بریم ده ها شر از جمله تبعات بوده, 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 بوده خود و با متوجه بسازیم زنده و سلامت حالا بیایید در رابطه با این موضوع هم کمی صحبت هایتون داشته باشین برای کمک و همدلی در ماه مبارک رمضان دین مبین اسلام چه حکم کرده یعنی با چگونه صورت بگیره کمک و همدلی یا تعاون و همکاری در ماه مبارک رمضان خب در مجموع خب در ماه مبارک رمضان یک مقدار بازار عبادات بسیار گرمتر است یعنی الله جل عظمتو عبادات بسیار به نرخ بالا میگیره و ارزش زیادتر است منتها قواعد را که شریعت اسلام گذاشته در همه وقت است او میفرماید وقت. که وقتی شما صدقه میتی خیرات میتی باید در او اخلاص ما در نظر گرفته شوه مهم. و طور صدقه و طور خیرات و طور همکاری و همدلی و همیاری داشته باشه که اذیت بر جانب مقابل نشه بله. میفرماید و معروف و مغفرت و خیر و من صدقت ادبا و ازا سخن نیک و بیش پیش آمد نیک به مراتب بهتر از او صدقه است که او اذیت در قبال داشته باشه مم. مثلا باز دوستا را میبینیم گرچه شاید اونها به نیتش نیست که همگانی سازن که دو دیگه هم تشویق شوند که صدقه و خیرات بتن اما در بجان مقابل اذیت میکنند بنا ان از یک اذیت کردن کده که اصلا صدقه نتا برایشان بسیار بهتر است چون اگر که ما نمیتونیم در و چوکات صدقه بتیم پس سخن نیک بگوییم برایشان بر از اونها دعا کنیم یک مسئله خیر کنیم اما اگر صدقه میتیم صدقه ما نباید اذیت در قبال داشته باشه چه اذیت در سطح اجتماع باشه چه اذیت در سطح فرد بوده باشه بنا اگر هیچ توانایی نداشتیم ما سخن نیک خدا بگیریم پس اگر صدقه میتیم صدقه ما با حفظ عزت شرافت آبروی جانب مقابلم بوده باشه چرا ریختاندن عزت شخص مقابل آبروی مقابل بالاتر از تخریب کعبه است که تا پیامبر بزرگ اسلام هنگامی که تواف میکرد به طرف کعبه دید گفته کعبه میفهم که بهترین مکان است با مکان هستی نزد خدا اما متوجه باش که عزت مسلمان آبروی مسلمان کالا در تمام انسانیت در بر میگیره خون شرافتش مالش پیش خداوند جل تو از تو کعبه کده با ارزش است نشه خدای نخواسته به ده روپه یا صد روپه یا هزار روپه که ما صدقه بتیم ما عزت و آبرو و شرافت جان مقابل زیر پای کرده باشیم خب درست است یک فرصت است که خداوند جل تعالی تو برای ما تعیین کرده و دست دهنده هستیم اما در این حالت نباید دست گیرید در تجلیل کرده باشیم و خدای نخواست تحقیر کرده باشیم بینن فرمایشات الهی است که صدقاتتان تانا در چکات شریعت با حفظ عزت و شرافت و آبروی جانب مقابل و صدقی مفید بدهید دقیقا زنده و سلامت باشین واقعا استاد صحبت های خیلی خوبی داشتین تا این لحظه در رابطه با کمک به همکاری در ماه مبارک رمضان خب استاد یک موضوع دیگر میخوام اشاره داشته باشین همدلی و همکاری در ماه مبارک رمضان تفاوتش در چی است یعنی اجر و که ما به دست میاریم در این ماه مبارک رمضان به خاطر صدقه دادن به افراد نیازمند نسبت به دیگر ماه چگونه است چقدر ما اجر بیشتر شامل حال خود میسازیم خب در مجموع توری قبلا عرض کردم که این ما مایی است که مهم. عبادات به با نرخ بالا فروخته میشه ما اگر در زندگی اجتماعی خودم ببینیم ما روزای بازار و روزای خاص میله داریم که در اون روزا بسیار تجارت رونق خود می داشته باشه حالا مثلا روزای بسیار لباس دوختن رونق خود ها داره و ده ها کار دیگه کلچه فروشی و ده ها دیگه اما ما این بار رمضان اینم رونق در تجارت با خداوند جل تعظمت او داره که عبادات بسیار به نرخ بلند میگیره پس در حدیث از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده که عبادت عادی آد... به مسابه فرض تلقی میشه و فرد به مسابه افتاد فرض دیگه اجر و پاداش داده میشه بینن صدقاتی که مثلا ما در روزای گذشته یا در روزای قبل از رمضان و بعد از رمضان صد افغانی صدقه میدادیم اون را خداوند جل عظمت او حد اکثر افتاد اه... یعنی تا افصد زربش میکرد اما در ماه مبارک رمضان امی به ضرب ده میشه که تقریبا تا 7000 مثلا کسی صد را پس صدق دا داده باشه فکرش که تا افت هزار و تا افلک خدا وانجلت ادم تو ازش محاسبه میکنه بنان یک فرصتی است که مثل ما مانند یک یخ فروشی هستیم که در مهم. بازار اگر یخ خدا بفروشه با قیمت بالا میتونه بفروشه اگر نفروشه او آب میشه این فرصت از دست میره پس این فرصت بزرگ است از این فرصت که خدا وانجلت ادم تو صدقات ما را کارهایی که عادی عادی انجام میتیم در ماهای دیگه که با خودش ارزش داشته باشد و در آره این ماه تا 700 و بالاتر از 700 چند خداوند جلال تو محاسبه میکنه بنا ارزش بسیار بلندی داره مانند خدا روزش مانند خدا صدقات مانند حتی سخن نیکی که در این ما صحبت میکنیم همین صحبت را که ما شما امروز اختصاص داریم برای همدلی و همیاری در چوکات امی برنامه به خاطر ماه مبارک رمضان شاید در قبل از رمضان ارزش ثواب خدا کمتر داشته باشه اما در این ما همین به با بالاترین مدارجش میرسه بنا عبادات خداون خداوند جل تدمتو به بلند محاسبه میکنه و از یک طرف که خداوند حساب میکنه و از طرف دیگه چقدر می صدقه ما مفید واقع. واقع میشه درست است که صدقه در هر وقت مفید است اما ما این بار رمضان و مخصوصا در این دوره رمضان آمده قرنطین در کنار خود داره دستبندی در کنار خود داره که چیز بسیار عادی را اگر بخوای به دست بیاری برات مشکل است چه برسه که به فقرا زندگی خود چگونه سپری میکنن واقع. شاید حالا باز هم ذکر میکنم گذافه گویی نکنم که شاید ای از رمضان های دیگر هم که در ارزشش بالاتر بوده باشه چرا که همه فقها ها صدقه را امور میار میدن که چقدر انفع باشه یعنی چقدر مفید واقع شه برای فقیر و برای بسکین و برای کسی که محتاجش است پس صدقات و همدلی و همیاری که همکاری تنها در باب صدقه بیشتر هم ذکر که که صدقه ما ذکر میکنیم تنها صدقه نیست که پول بکشیم گندم یا چیزا خیرات بدیم گپ نیک و همه همکاری ها شامل صدقه میشه فاقا. زنده و سلامت باشین استاد محترم تشکر از حرفای با ارزششون در رابطه با همدلی در ماه مبارک رمضان وقت خوش براتون زنده و سلامت باشین چلان تشکر سلامت استاد خدا سلام خدا بله قلبا تشکر می از استاد محترم عزت الله طارق که واقعا بعد از دیر مدت هم در برنامه با ما بودند و صحبت های بسیار عالی و مفیدشان را در رابطه به فواید و فضیلت کمک کردن و همدلی کردن در ماه مبارک رمضان با ما و بیننده عزیز شریک کردن و گفتند که اجر و ثواب کارهایی که ما در ماه مبارک رمضان انجام می تیم به مراتب بلندتر و زیادتر است از اینکه ما در سایر ماهها. انجام میده بله دقیقا خب هم این گزارشگر خوب ما همین لحظه منتظر ما هست میخواین دومین گزارش بر ما داشته باشن در منطقه فروشگاه رفتن ببینیم گزارشان راجع کدام موضوع هست و چه گفتنی می داشته باشند سپاس گزار از تو که بیننده برنامه های ما هستید اگر میخواین برنامه قبلی ما را ببینید اینجا را کلک نمایید اگر میخواین برنامه بعدی ما را ببینید اینجا را کلک نمایید و اگر میخواین بعد چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید پس اینجا را کلک